سلام من عباس یزدان پناه هستم و امروز میخوام در مورد تست جوئل باتون حرف بزنم تست جوئل به ما میگه که یک محیط برنامه نویسی چجوریه و چجوری باید باشه نکته اساسیش اینه که من اینو میخواستم به صورت یک لایف برم اما خب اینترنت تو این وضعیت فعلی که هستم خیلی خرابتر و قزمیتر از این حرف هست که بشه باش واقعا لایف رفت و تصمیم گرفتم که یه ویدئوی خیلی تو سریع بسازم حالا خیلی تای نکردم که هدفم این بود که زمان تولیدم رو کم کنم خب بریم سراغ تست جوئل تو تست جوئل اولین چیزی که از ما میپرسه اینه که آیا از سورس کنترل استفاده میکنیم تو محیط کاریمون و جوابش الان برای خیلی از تیم‌ها آره است اگه هنوز تیمی هستید که از سورس کنترل استفاده نمیکنید و بالاخص پیشنهاد من گیت هست از گیت استفاده نمی کنید بهتر هر چه زودتر مهاجرت کنید روی گیت نکته دوم اینه که آیا شما میتونید در یک استپ کل محصولتون رو بیلد کنید محصولات ما الان پیچیده شدند و خب سخت میشه این کارو کرد اما بهتره که به کمک بیلد تولا اگه مثلا از سی و سی پلاس پلاس استفاده میکنید از سیمیک نینجا یا چیزهای مشابه با اون اگه از جواب و سایر موارد استفاده میکنید میون گردل انت حتی و از این جور چیزا استفاده کنید سوال سومش اینه که آیا شما روزانه بیلد میکنید ما معمولا این کار رو انجام میدیم یعنی اینکه که احتمالا هممون اگر یه پروسه سیایی داشته باشیم توی پروسه به ازای هر کامیت این اتفاق میفته ولی عملا روزانه هم میشه تنظیمش کرد که این کار رو بکنه این هم پیشنهاد میشه که واقعا این اتفاق بیفته و اگه سی آی ندارید سی رو راه بندازید آیا دیتابیسی از باگ هامون داریم؟ معمولا دیتابیسی از باگ ها الان توسط ترلو ایشو, ایشو های مختلف جیرا خود گیت هاب یا گیت لاب اگه استفاده میکنید معمولا وجود داره و داریم استفاده میکنیم آیا ما قبل از اینکه کد جدیدی بنویسیم باگا رو حس میکنید بعضی وقتا از میکنیم جواب این سال تو تجربه من بعضی وقتها آره بعضی وقتا نست یعنی چی؟ یعنی اینکه من تجربه داشتم که باگی رو فیکس نکردیم و کد جدید نوشتیم به هزار تا دلیل ولی چون باگی ها کم اهمیت بوده یا کم تکرار بوده ولی واقعا تلاش باید بکنیم که باگ ها رو قبل از اینکه کد جدیدی بنویسیم رفع کنیم آیا اسکجول اپ دیتی داریم این من... این بیشتر در مورد چیزهای قدیمیه که کی تحویل میدیم تحویلامون چجوریه این اگر ما از اسکرام استفاده کنیم و پلنینگ و سایر موارد رو به درستی اجرا کنیم قاعدتا یه اسکجول اپ داریم معلومه که تو هر اسپرینگ چی تحویل میدیم کی و کی حدودا محصول به اتمام میرسه آیا اسپسیفیکیشن یا اسپک داریم که دقیقا بهمون بگه محصول چیه این فکر کنم پاشناشیل تقریبا هر جایی بوده که من کار کردم یعنی اکثر جاها محصولاتشون هیچ اسپک خاصی نداره میگن بر اساس یه سری حرف و نظر میگیم که میخوایم این کار رو بکنیم معمولا نوشته نمیشه به اصطلاح استوری استوریاش در نمیاد یوزر استوریاش در نمیاد و دقیقا نمیدونیم چی کار کنیم و معمولا این منجر میشه به اینکه کار رو تکرار کنیم و یه کاری رو انجام بدیم اشتباه باشه مدیر محصول یا تحویل گیرنده یا مشتری اون نگیره و به مشکل بکنم قاعدتا نباید تو این دام بیافتیم که شروع کنیم به اسپک بی نهایت نوشتن و هیچ وقت از اسپک نوشتن در نیاییم آیا برنامه نویسه در یه محیط ساکت کار میکنن من متاسفانه خودم معمولا دلیل اینم که هر جا هستم اونجا دیگه ساکت نیست متاسفانه هی خیلی بلند حرف میزنم و ولی بایستی برنامه برنامه نویسامون بتونن تمرکز کنن و کارشون رو انجام بدن و بایستی این تلاش کنیم این رو در محیطمون به وجود بیاریم چیزی که من اصلا به خاطرش این ویدیو رو ضبط کردم این مورد شماره نهه و اینکه آیا از ما بهترین ابزاری که میشه با پول خرید رو استفاده میکنیم ما توی ایران به دو دلیل این کار رو نمیکنیم یعنی همه علاقه من به حرف زدن در مورد تست جوئل این شماره نه بود این دو دلیل هم اینه که یکی اینکه دسترسی نداریم خیلی از ابزارهای پولی که پشتیبانی خوب و اتفاقات عالی هم دارن اصلا دست ما نمیرسن یعنی اینکه ما نمیتونیم اونها رو بخریم یا تحریمیم یا مشکلات عمده ای انتقال پول داریم و عملا نمیتونیم بخریم نکته دوم اینه که ابزارهایی وجود دارند که توسط آدم های داخلی توی ایران درست شده اما اونا رو هم نمیخریم عکس و ته چیزی که از بیرون میخریم هاستینگ و نهایتا بمون یه جایی که بهمون یه ویچوال ماشین بده یا یه وی بده و به این خاطر معمولا اینجوریه که سخت میشه دیگه سخت میشه ما چی کار کنیم و چجوری این ابزارامون رو سرهم کنیم به همین خاطر یه خورده مشکل داریم و به نظر من یه بخش مهمی از بازار نرم افزار رو هم دقیقا به خاطر اینکه کسی ابزار نمیخره از دست میدیم ما میتونیم خیلی راحت یه سرویس خوبی برای یه مورد خاصی بدیم و معمولا چون مشتری نداره و مشتری ها حاضر نمیشن این خ... اینو خرید کنن اون سرویس رو مثلا پیاده سازی نمی کنیم و کلی گیروگور عجیب و غریب میخوریم قسمت دهم این تست اینه که آیا تستر داریم و اگه جواب این الان معمولا بله هست چون تیم ها حتما یک ای در کنار خودشون دارن و عضوی از تیم و من خیلی تیمای کمی رو دیدم که مثلا اخیرا بدون تستر باشن تیکه یازده اینه که کسایی که قراره به تیم ما اضافه بشن آیا کد می نویسن هنگام مصاحبهشون و خب ما خودمون این کار رو میکنیم که شبه کد می نویسیم اتفاقا یه بحثی هم اخیرا توی توییتر در مورد اینکه آیا لازمه که مثلا یه تست ریاضی یه الگوریتم ریاضی طوری نوشته بشه یا نه ایجاد شده بود که مثلا همه چیزهای عجیب و غریب میگفتن و به نظر من آدم باید بتونه یه شبه کدی بنویسه و اینکه آیا شما تست کار کاربرد پذیری هالوی توی راهرو رو انجام میدید میگه که شما پنج نفر رو به صورت رندوم از تو راهرو انتخاب کنید و بیاد در مورد محصولتون سعی کنه استفاده کنه و حرف بزنه 95 درصد اون چیزی که لازمه رو در مورد محصول میدونید آیا واقعا محصولتون این کار رو میکنید خیلی از ما این کار هم نمیکنیم معمولا این از اون گزینه هاست که چیزه یعنی من در تیم های مختلفی که بودم و جای مختلف وقتی خودم میرم از محصول خودم استفاده کنم واقعا به طرز عجیبی محصول بده چون واقعا انگار کسی ازش استفاده نکرده و خیلی وقتا با این تست به این سادگی میشه خیلی از مشکلات محصول رو حل کرد ممنونم که گوش دادید سعی کردم که خیلی خلاصه و سریع و تو دل برو بگم که چی بشیه امیدوارم به دردتون خورده باشه خدا نگهدار